سلام عشقای دشمتین، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. رفقا امروز بعد از چند وقت گفتم آموزش اسنایپر بذارم، چون که خیلیاتون گفته بودید دشمتین منم میخوام اسنایپر مثل تو خوب باشه یا اصلا بهتر باشه. منم رفتم این ویدیو رو درست کردم و هر آموزشی مربوط به اسنایپ بیشتر رو تو همین ویدیو براتون توضیح دادم که این آموزش اسنایپ کلاً 4 مرحله است. 4 مرحله خیلی ساده و آسون. البته این مرحله واسه من آسونه چون که دیوایس قویه، راحت میتونم انمیا رو بزنم، ولی کسایی که دیوایسشون ضعیفه میتونه یه خورده براشون سخت باشه. خب بریم سراغ مرحله اول. شما باید یه دونه اسکین دیلکیو بدون آتش بردارید. منم اسکین دیفالتشو برداشتم، یعنی گذاشتم که اسکین میتیکو نذاشتم، البته فقط برای بدون اتچمنت، چون که میدونم خیلیاتون میگید داشت متین اسکین دیلکیو میتیک پی تو وینه و خیلی مثلا زومش بزرگ و راحت میتونه انمی رو بزنه. بعد بگم اصلا رجیستری خوبی نداره، چیز اوکی نیستش، فقط به خاطر خوشگلیش برش میدارم. راستی اینم تنظیمات باتا که چطور تنظیمشون کنیم که مثل یه دونه پلیر واقعی موومنت بزنن، حتما اینا اسکرین شات بگیرید. خب برای اینکه اسنایپمون خوب باشه تو مرحله اول باید با اسنایپ دیلکیو بدون اتچمنت 3 نفر رو پشت سر هم بدون اینکه میس بدیم بزنیم. که میدونم با اسنایپ دیلکیو بدون اتچمنت 3 نفر رو پشت سر هم بدون میس بزنیم میتونه کار سختی باشه، اونم برای کسی که با اسنایپ خیلی کم فاست اسکوپ زده واقعا میتونه کار سختی باشه، ولی خب شدنیه. خب بعدی که 3 نفر رو پشت سر هم نومیس با اسنایپ زدی، باید بری رو اسنایپت رو همین اسنایپ بدون اتچمنت دیل کیو یه دونه فسای دیس لژندری بنزی. وقتی فسای دیس رو اسنایپت انداختی، حالا برو 3 نفر رو پشت سر هم نومیس بزن. این میتونه تمرین خیلی آسان‌تری باشه چون که اسنایپ داره زودتر زوم میشه. کلا هر تمرینی که با اسنایپ بهتون میگم هی آسان‌تر میشه که شما با فاست اسکوپ زدن با اسنایپ هی بهتر عادت کنید و بازیتون خیلی بهتر بشه. بعدی که 3 نفر رو با فسته دیس لژند البته با اسنایپ دیلکیو بدون اتچمنت زدیم، کارمون به مرحله اول تمومه. خب بریم 30 ثانیه هایلایتس ببینیم، بعد بریم سراغ مرحله دوم. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight. مرحله دوم نسبت به مرحله اول خیلی ساده‌تره، چون که یه دونه اتچمنت خاص دیل کیو برمی‌داریم که به صورت فلش بنگی و کلن انمی وای میسه. حالا با این اتچمنت 3 نفر رو پشت سر هم بدون اینکه میس بدید بزنید. اتچمنتش هم خاصه براتون میذارم. بعدی که 3 نفر رو پشت سر هم زدید، حالا اگه خواستید 4 نفر، اگه خواستید 5 نفر، اینو گفتم بازم میگم. حالا من اینجا بیشتر از 3 نفر کیل گرفتم، خاطر اینه که اتچمنت راحتی دیگه، راحت میتونه انمی رو بزنی، چون که این باتا بعدی که شات اولو میخورن کلان وای میزنه و خیلی راحت میتونه بزنیشون. چون که این محله خیلی محله آسونیه، حالا یه بار دیگه این کار رو انجام بدید بدون فسیدیه، 3 نفر پشت سر هم بدون میس بزنید. حالا سه تا باتا بدون اینکه میس بدی زدی، برو رو اسنایپت فسای دیس لژم انداز رو این اتچمنت، حالا 3 نفر رو پشت سر هم بدون اینکه میس بدی بزن. اگه دقت کنید به خاطر فسای دیس لژندری که روش انداختم خیلی اسنایپم سریعتر شد، واسه همین فکر کنم 6 7 نفر بدون میس با اسنایپ دیل کیو با این اتچمنت زدم. اینم از اتچمنتش که گفتم بهتون میدم، اتچمنت فلش بنگی که خیلی راحت با این اتچمنت میتونید به همه راش بدید. به خاطر اینه که بعدی که شات اولو میزنی همینطور که گفته بودم انمی کلا وای میسته به خاطر خشاب فلش بنگیشه و به همراه پرک دیسیبلش. مرحله سوم یه خورده از مرحله دوم سخت‌تره، به خاطر اینه که این اتچمنت دیل کیو خشاب فلش بنگیشو عوض کردم، به جاش خشاب 8 گذاشتم که دیگه فلش بنگی نیستش و انمی وای نمیسه، پس یه خورده میتونه سخت‌تر بشه.
الان بدون اینکه فسیدیس لژند روش بندازیم باید 3 نفر پشت سر هم بدون اینکه میس بدیم بزنیم طبق روال قبلی. اینجا مثل مرحله قبلی تونستم 6 نفر رو بدون اینکه میس بدم بزنم که این میتونه یه پیشرفت خوبی باشه و که به شما پیشنهاد می‌کنم بعدی که 3 نفر رو پشت سر هم بدون میس زدید سعی کنید همون ادامه بدید، شاید تونستید بیشتر از مثلا 3 تا کیل بزنید، شاید اصلا تونستید 10 نفر رو پشت سر هم بدون اینکه میس بدید بزنید. حالا با فسیدیس لژند 3 نفر رو پشت سر هم بدون میس زدید بریم سراغ مرحله بعد که میشه مرحله آخر، ولی قبلش این اتچمنتی که بدون خشاب فلش بن یه رو بگیرید، این هم اتچمنت خیلی خوبیه. حالا یه 20 ثانیه 30 ثانیه هایلایت ببینیم و بریم سراغ مرحله آخر. A ti bebes. Mis tío, pero sí. مرحله چهارم که میشه مرحله آخر، اینجا باید اسنایپمون رو عوض کنیم با اسنایپی که بجز گیل بهترین اسنایپمون از نظر خودمون با اون پلی بدیم. از نظر من کشکا بهترین اسنایپیه که میشه به جای گیل استفاده کرد، چون که شاتش خیلی خوب ریجستر میشه اما هدش وان شات نیستش مثل دیل کیو و ای ام آر و اس پی آر، اینجور اسنایپ نیستش. در کل اسنایپ خیلی خوبیه. حالا با این اسنایپ، حالا هر اسنایپی که خیلی دوستش دارید، 3 نفر پشت سر هم بدون اینکه میس برید بزنید. من با کشکا بیش از فکر کنم 7 8 نفر رو با اسنایپ زدم بدون میس که خیلی اصلا دستم گرم شده بود به خاطر این تمریناست دیگه. واسه همین میگم این تمرینایی که بهتون میدم الکی نیستش که واقعا تاثیر داره رو بازیتون. تا اونجایی که تونستم انمیا رو بدون میز با کشکا زدم. حالا مرحله تموم شدن، ولی یه چیزی یادم رفت بهتون بگم در مورد تنظیمات سنسیویتیه که قبلی که این آموزش شروع کنید حتما برید داخل تنظیمات قسمت سنسیویتی، باید چند تا گزینه رو عدداشو یکی کنید. مثلا عدد سوم شخصتون رو 80ه، یا عددی اصلا هر عددی هست دیگه، خب باید اون عددو با اسنایپر اسکوپ سنسیویتی یکی کنید که وقتی فصل سکوب با اسنایپ میزنید موقعی که فصل سکوب میخواییم بزنید سنستون عوض نشه، که اگه این کار رو نکنید خیلی میتونه براتون سخت باشه فصل سکوب زدن. ولی قبلش حتما از سنس اسنایپر اسکوب سنسیویتی خودتون اسکرینشات بگیرید که شاید عادت نداشته باشید عدد اسنایپر اسکوب سنسیویتیتون با حالت سوم شخص یکی باشه. اینم از این آموزش، امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه. خب عشقای داشمتین، مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و همچنین کانال ما سابسکرایب کنید. پس تا ویدیو بعد میبینمتون. فعلا خدافظ.